سلام، امروز میخوام بهتون الگوی دامن ماهی رو یاد بدم. این الگو مناسب برای لباس‌های عروس، مجلسی و مهمانی است. اگه این دست از ویدیو رو دوست داریم توی سابسکرایب کنید و اگر دیدن آموزش یافته خوشتون اومد لایک کنید. من فریبا هستم، به کارگاه من خوش آمدید. خب برای اینکه این الگو رو بتونیم رسم کنیم از یک الگوی دامن تنگ استفاده میکنیم. حالا این دامن تنگ رو شما به هر روشی که دارین الگوشو میتونید استفاده کنید. اگرم الگوی دامن تنگ رو بلد نیستین، لینکش رو این بالا براتون میذارم، میتونید برید ببینید و یه الگوی دامن تنگ رو اول رسم کنید. بعد از اینکه الگو رسم شد و پنساش هم کشیدیم، ادامه پنسا رو خطش رو تا پایین رسم میکنیم. اول از همه بگم که بچه ها این الگوی دامن ماهی معمولا دامنهای بلندیه و قشنگ تا زمینه در واقع. پس شما باید بلندی دامنتون از کمر تا زمین محاسبه کنید، بدون اینکه کفش پاتون باشه، بدون اینکه رو فرشی پاتون باشه، سانتیمتر رو بذارین روی قسمت کمرتون و تا پایین سانتیمتر رو رها کنید و ببینید که قد دامن اصلیتون چقدره. ما به این قد احتیاج داریم برای مرحله اول، بدون اینکه کفش پاتون باشه، چون میخوام قد زانوتون رو به دست بیارم. قد اصلی دامنتون هر چقدر که بود از کمر تا زمین بدون کفش، اون عدد رو تقسیم به 2 کنید به اضافه 4 سانت، از کمر بیاین پایین، اون میشه خط زانوی شما. بعد از اون شما باید قد دامنتون رو با کفشی که میخواییم بپوشیم برای اون مهمانی اندازه بگیرید. پس اول قد زانو رو فقط بدون کفش اندازه میگیریم. مثلا اگه قد شما از کمر تا زمین 100 سانتی متر باشه، نصفش میشه 50 سانتی متر به اضافه 4، 54 سانت. 54 سانت رو از کمر روی خط دامن در پیش و پشت اندازه میزنم. پنجاب و 4 سانت تو قسمت پشتم، 54 رو علامت میزنم و این خط رو به هم وصل میکنم. پس این میشه خط زانومون. حالا یه خط دیگه هم احتیاج داریم، از خط باسم 5 سانتی میایم پایین که بشه خط خمره‌ایمون. مدلای ماهی خب حتما دیدین از سمت باسم به سمت زانو کاملا جمع میشه و کاملا کوچیک میشه. ما میخوایم در واقع همه کارو از پهلوها به سمت زانو نیاییم، یعنی اصلا هیچ الگوی قشنگ نیستش که فقط از پهلو جمع بشه به سمت داخل پا. بهتره که این جمع شدگی و این تنگی قسمت بالای دامن ماهیمون رو از خود الگو، از وسط الگومون در واقع بچینیم. پس واسه همین به این سری خطا نیاز داریم. خط زانو رو نیاز داریم، خط ماهی رو نیاز داریم و خط خمره‌ای. خط خمره‌ای از خط باسن 5 سانتی میام پایین و یه خط میکشم. 5 سانت و 5 سانت، این میشه خط خمره‌ای. اسمشو میذارم خط خمره‌ای. یه خط دیگه میخوام، خط ماهی. خط ماهی بچه دقیقا میخوام اینجوری بهتون بگم که وقتی از بالا لباس داره جمع میشه و قسمت پایین قراری و دامن گشاد و اون حالت کلوش و خوشگل رو بهش بده، این باز بسته که به خودتون داره که از خط باسن چقدر میخوایم بیاییم پایین این جمع بشه و یهو باز بشه. اگه بیاین تا خط زانو، از زانو بازش کنید، تقریبا میتونم بگم زیاد نمیتونین راه برید یا نمیتونین برقصین، چون خیلی پاتون رو محدود میکنه. پس بهتره کمی بالاتر از زانو خط ماهیتون باشه، یعنی تنگی کار کمی بالاتر از زانو و از این قسمت یهو بیاد بالا. به خاطر همین من از خط زانو 10 سانت میام بالا و یه خطی رو میکشم به عنوان خط ماهی.
خطوطمون رو کشیدیم. من الان الگوم خیلی کوتاهه، من باید الگو رو دقیقا مثلا با همون 1 متر قدی که میخوام، یا آها الان دیگه اونجایی رسیدیم که باید دقیقا قد دامن اصلیتون رو بزنید. مثلا شما دوست دارید این لباس رو با یه کفش 7 سانتی بپوشید، اگه قدتون تا زمین 100 سانت بوده، حالا با کفشتون شده 107 سانت، پس از کمر 107 سانت رو باید الگوتون رو آماده کنید. یعنی من باید الان زیر این الگوم یه کاغذ بلند بچسبونم به اندازه که قراره لباسم با اون کفش مورد نظرم پوشیده بشه. من یک کاغذ زیرش میچسبونم، یه سری عملیات برای بالای خط زانو داریم، یه سری عملیات برای پایین خط زانو داریم، یعنی در واقع خط زانو نک، از خط ماهی. پس من یک کاغذ زیرش میچسبونم، قسمت خط ماهی رو جدا میکنم و اینو میذارمش کنار، در حالی که بچه ها تمام مشخصات الگو رو روی خطهای پایین می نویسم، چون وقتی من این الگو رو ببرم بذارمش کنار، بعد که یادم میره که این خطا خط چی بوده، همه رو می نویسم. مثلا این قسمت که CF، پایینش هم همین قسمت میشه CF، اینجا وقتی CB، قسمت پایینش هم CB و قسمت های پهلو SSB و SSF. همینطور میتونم اینا رو به اسم برش های فرعی نامگذاری کنم. به هر حال باید تمام مشخصاتتون رو بنویسین، خط زانو، خط زانو، که وقتی الگو جدا کردین گمشون نکنید. خب پس من میام خط ماهی رو جدا میکنم، اول قسمت، نه اول جدا نمیکنم، اول یه تیکر رو اینجا بهتون میگم بعد جداش میکنم. بچه برای اینکه بالا گفتم کامل جمع بشه به سمت پایین بیاد، از دل خود الگو باید یه سری کارا رو، یه سری خطا رو جمع کنیم. اولین کاری که میکنم خط پنسی که در پشت و پیش اومدم پایین، در پیش و پشت اومدم پایین، توی خط ماهی دو طرفش دو تا نیم سانت علامت میزنم. ببینید نیم نیم، اینو به خط خمره ایم صفر میکنم، هم در پیش هم در پشت. بذاریم با ماژیک بکشم چون اصلا این دیده نمیشه. پس نیم سانت نیم سانت، دوباره نیم سانت نیم سانت، به خط خمره ای صفر. برای این گفتم که پایینش الان جدا نکنم، چون ادامه این خط باید بره تا پایین، یعنی به همین نیم سانت رو مستقیم باید برم تا پایین دامنم. این کار رو انجام میدم، بعد قسمت ماهی رو جدا میکنم و تیکه بالا رو اول بهتون میگم، بعد برای قسمت پایین تیکه کاغذ میچسبونم قسمت پایین. حالا میتونم خط ماهیمو جدا کنم. خب بچه من چجوری میتونم دو تا پنس رو اینجا ببندم؟ یادتون هست که همیشه بهتون گفتم وقتی قرار یک جایی از پنس بسته بشه باید یک جای دیگه باز بشه تا یه پنس بسته بشه. من نمیتونم رو کاغذ بیام یهو اینو اینجوریش کنم، یه بقی این وسط بدم که، درسته؟ خب میام خط پهلو رو باز میکنم، خمره ایمو از پهلو تا این گردالی که اینجا کشیدم رو باز میکنم. برای اینجور مواقع یه چسب اول اینجا بزنم که وقتی دارم قیچی میکنم یهو اینا پاره نشه. خب بچه ها یکی از این خطا رو میبرم میارمشون رو هم، یعنی مثل یه پنس عمل میکنم اینجا به این صورت. ببینید انگار دارم پنسم رو میبندم.
اینجوری هر دو طرف رو همین کارو میکنم. بذارید من این دوتا رو اصلا از هم جدا کنم. خب بچه ببینید تو قسمت پهلو یه سانتی باز شد دیگه، اصلا اشکالی نداره، هیچ اتفاقی براش نمیفته. من زیرش یه کاغذ میچسبونم به این صورت و این میره جزء الگوی من. وقتی اینجا رو بستم ناخواسته، یعنی خواسته و ناخواسته اینجا باز شده در واقع. این شد از نیم سانتی که حالت پنس نیم سانتی این ور نیم سانت اومد، یعنی یک سانت اینجا دو طرف بسته شد. حالا تو قسمت پهلو چقدر بیایم؟ تو پهلوها یک و نیم سانت به خط ماهی از خط باسن میاییم و یه علامت میزنیم. میخوایم یعنی یک و نیم سانت هم تو قسمت پهلو کمش کنیم، هم در پیش هم در پشت. بچه ببینید من اینجوری میام این صورت، برای این طرفم از خط باسن به این صورت. ببینید دیگه رو خط باسن باشه خیلی کوچیک نمیشه، یعنی بیشتر داره به خط خمره‌ای در واقع نزدیک میشه، فقط یکی دو میل میره سمت خط باسن. پس یک و نیم اینجا و یک و نیم سمت پشتمون هم در واقع اینم چیده میشه. دیگه کجا کم بشه؟ چون ما میخوایم کاملا جمع بشه. یه جایی که دیگه قرار بازم کم بشه قسمت سی بیه. تو قسمت سی بی تو خط ماهی دو سانت بیام داخل و دو سانت رو کم میکنم. بچه از خط خمره ای میام، نه از خط باسن. میشه به این صورت. پس اینا همه دورریزه. الان دور تا دور الگو رو قیچی میکنم.
بچه دیدی من قسمت زیپو دیگه نرفتم بچینم، فقط از دو سانت خمره‌ای که اومدم پایین اینو چیدم، چون ما نقاب زیپو میخواییم و حتی باید کنار این سیبیمون حتما ما جای دوخت برای بنز دو سانت داشته باشیم، که حالا چه میخواد دامن سوا دوخته بشه چه میخواد به پیراهن بست بشه. خب تو قسمت بالاتنه بچه میبینید این قسمت چقدر خمره کوچولو شد. خب تو قسمت بالاتنه تقریبا الان کارمون تموم شده، میایم برای قسمت پایین که ببینیم قسمت پایین رو باید چجوری بهش عوضمان بدیم که یه کار خیلی خوشگل برای زیر دامن ماهیمون در بیاد. این در واقع تیکه های قسمت پایین پشت و پیش. من هر کدوم رو جداگانه براتون الان الگوشو درست میکنم، چون تیکه که میخواد قسمت پایین در بیاد کلا تیکه خورده بزرگ میشه. میتونم اول پیش و بعد پشت رو انجام بدم که ببینید چجوریه، بعد دوتاشو کنار هم میذارم و الگو رو سر آخر ببینید. خب بچه ها ببینید الگوی ما به این شکل در اومد، قسمت بالا تکمیل شد، قسمت هایی قرار تنگ بشه در از تو دل الگو کم شد، تو پهلو کم شد و قسمت بالا در واقع آماده شد. حالا میریم برای قسمت پایین. من این دوتا رو موقتا زیرش براتون گذاشتم که شما ببینید همین خطی که بچه ها نیم سانتی که تو خط ماهی من کم کردم، همین خط تا پایین دوتا نیم سانتا کم شد که وقتی میخوام اینا رو به هم وصل کنم اینجا دقیقا پایین و بالا با هم میزون در بیاد. در واقع تو قسمت سیبی حتما یه 2 تا 3 سانت شما زافاسه دوخت میخواین تا بالا، واسه این من این خط کنار سیبی رو نچیدمش. اول میام الگوی پیش رو براتون مدل ماهیش رو درست میکنم، بعد میرم الگوی پشت رو براتون انجام میدم. خب بچه ها قسمت بالای الگوم این بالا گذاشتم، حالا همش رو نمیبینید ولی این قسمت پیش کار منه، اینم ادامه قسمت پیشه. یه چیز رو میخواستم اولش همینجا به شما بگم و اون اینه که وقتی من 2 سانت رو تو قسمت پهلو کم کردم، ادامه همین 2 سانت رو تا خط پایین پهلو کامل کمش کردم، یعنی از اینجا که 2 سانت اومدم همین 2 سانت رو صاف تو ادامه خط پهلو هم در پیش هم در پشت کم کردم، وگرنه این دوتا بذارم کنار هم به هم نمیرسه. خب اول در قسمت پیش وسط جلو لباسمون دامنمون این سی افمون که قشنگ تو خط راست است، یعنی اصلا قرار نیست که بهش چیزی اضافه بشه چون این رو دولای بسته قرار میگیره. این خط بغلی بچه در واقع این شکلی دیگه، نگاه کنید ببینید این شکلی بوده، ادامه الگوم در پایین به این شکل بوده که من از هم یکم یک سان دو تا نیم سانت ازش خالی کردم و این با فاصله شد. حالا تو قسمت سی اف یه کاغذ بزرگ میذارم زیر کارم که یه دفعه تمامی عوضمانا رو بدم، همون جوری که گفتم یهو ما نمیتونیم لباسمون رو از پهلو یهو بیایم داخل و کم کنیم و قشنگ نمیشه و باید از وسط الگو هی کم بشه هی کم بشه تا دو طرف به سمت پا و زانو که داره میاد جمع بشه و قشنگ بشه، برعکسش هم صادقه، یعنی که شما نمیتونید یهو تو پهلوی لباستون یه خط کج بکشید و بگی من یه عوضمان بزرگ دارم میدم و کارو دارم قشنگ میکنم. نه، کار باید از وسط الگو کم کم باز بشه و بشه اون مدل ماهی که خیلی قشنگ وای میسه، وگرنه اگه شما از تو پهلو یه دفعه مثلا 30 سانت دامنتون رو عوضمان بدین 40 سانت دامنتون رو عوضمان بدین همون 30 سانت میفته بغل پاتون و هیچ اتفاق دیگه نمیفته و اون تاب قشنگی که شما توی لباس میخواین رو بهتون نمیده. پس من میام خط پرنسسیمو یا همین خط وسط ساسونمو که به سمت پایین بود که حالا الگون دو تیکه شد و از داخل این کم کم عوضمان میدم، سی افمو میچسبونم روی کاغذ و این تیکه بغلو میذارم کنارش و پایین کارمو در واقع دارم 2 تا مثلا 10 سانت میتونم یا 2 تا 15 سانت میتونم بهش عوضمان بدم. این عوضمان بستگی به مدلتون داره و بستگی به این داره که
شما چقدر پارچه داشته باشین و بتونین عوضمانه رو اضافه کنید که کارتون تابدارتر و قشنگتر بشه. حالا من میگم برای هر طرف این خطم 7 سانتی هم عوضمان بدم، 7 سانتی به این، 7 سانتی به این. پس برای پای دامنم که قد اصلی لباسمو دارم 15 سانتی اضافه میکنم. پس اینجا 0، تو این قسمت 0 و در قسمت پای دامنم 15 سانتی علامت میزنم و اینو اینجا میچسبونم. خب الگومو از بالا میچسبونم، از پایین روی این 15 سانتی. بچه اینو دقیقا روی همه 15 سال علامت میزنم. خب این شد یه عوضمان. خب این کار با انقدر که مدل ماهی قشنگ نمیشه، دیگه چی کار میتونم انجام بدم؟ میام توی این قسمت پهلو از خط زانو به وسط پای دامنم علامت میزنم و یه مدل مثل برش عصایی میکشم، یعنی در واقع برش عصایی میکشم. پس کار از پایین نصف میکنم. خب این نصف رو تقریبا تا خط تا اینجاها صاف میرم و از این بالا یه خط یه برش عصایی در واقع درست میکنم. اینو میبرمش به این صورت. خب بچه اینجا 15 سان دوباره عوضمان میدم. خب این تا اینجا ببینید الان داره فقط نصف پیشتون تا اینجا رفته. خب میتونم باز کارو بزرگتر کنم ولی برای این مدل ماهی تا همینجا کافیه. از اینجا تا اینجا 15 سانتی دوباره علامت میزنم و این کاغذ رو میچسبونم. بچه اینو روی 15 سانت به این صورت میزنم. خب به این صورت. حالا بچه هر چقدر که این وسط ها عوضمان دادین نصفش هم به خط پهلو عوضمان بدین. من الان 15 تا این وسط، 15 تا این وسط، پس نصفش میشه 7.5 هم اینجا علامت میزنم و تو قسمت پهلو هم یه وزمان 7.5 سانتی در واقع میدم. 7.5 7.5 میشه اینجا و این خط رو به اینجا در واقع وصل میکنم. پس قسمت پیش الگوی من تا اینجا شده. حالا قسمت پایینش رو چجوری اندازه کنیم؟ میتونید از خطکش منحنی استفاده کنید. بچه به این صورت کارا رو به هم وصل کنید. به این صورت. و یادتون باشه که هر چقدر که در سی افتون بلندی دارید، بذارید با سانتیمتر بهتون بگم، هر چقدر که در سی اف به این صورت
بلندی داره، مثلا الان اینجا شده خدا بخواد 56 ببینم، تو پهلو هم باید همون عدد 56 باشه. اگه کارتون پایین تره بیاییم بالاتر و این هلال رو درست کنید که خط پهلو و خط سی افتون در واقع باید یک اندازه باشه. خب این از قسمت پیش، حالا میریم برای قسمت پشت. قبل از اینکه بریم قسمت پشت، بذاریم اون قسمت آخری کارم بهتون بگم. وقتی کار الان اینجوری هلال شده و قسمت بالای خط صافه، اینو باید چجوری به هم وصل کنیم؟ ببینید الان قسمت بالا صافه و قسمت پایین هلاله. بچه نکتش در اینه که من ادامه خط سی افو در قسمت پایینی، الان دیدید روی کاغذه یه خود آوردمش این برتر، این الان ادامهشو میرم تا بالا، این خط سی اف منه در واقع تا پایین. خب میام الگوی بالا رو طوری میذارم روی این سی اف بالا روی این خط که اینجا تقریبا یه 2 سانتی میره بالا، این روی 2 سانتی میره بالا و اینجا اندازه 1.5 تا 2 سانتی میاد روی هم. بچه ببینید این اینجاست، خب این الان اینجاست دیگه، درسته؟ ولی این یه کمی این با اینکه 2 سانتی اینجا میرم بالا، اینجا 1.5 تا 2 سانتی میاد روی هم، هیچ اشکالی نداره، این میاد اینجا و دقیقا الگوی شما به این صورت میشه، به این صورت. این 2 سانتی که اینجا روی هم اومده اصلا تأثیر در کار شما نخواهد داشت و اینجا که شبیه چشوا شده، اینم میره رو قسمت سی افتون و اینم خیلی تأثیری توی لباستون، تو مدلتون نخواهد داشت. این عوضمانی که شما اینجا دادین حتما و حتما این اتفاق براش تو قسمت سی اف میفته. پس این به این شکل میشه، من الان چسبشو میزنم و این میشه قسمت پیش. بعد میریم به قسمت پشت. حالا میرسیم به قسمت پشت. قسمت پشت یه کوچولو با قسمت پیشش فرق میکنه. اگه دقت کرده باشیم بیشتر وقتا مدل ماهی تو قسمت پشت گسترده تر و بزرگتره. شما حتی میتونید پیش لباستون اصلا مدل ماهی نکنید، صاف برین تا پایین پیراهنتون رو، اما قسمت پشت رو مدل ماهی درستش کنید. این کارم میتونید انجام بدید. واسه همین تو قسمت پشت یکم اختلاف داره. حالا اختلافش چیه؟ میخوایم یه خورده کار رو گسترده تر کنیم. قسمت سیبی رو توی یه کاغذ میچسبونم و مثل پیش تیکهی که مال قسمت پهلومون بود از بالا صفر میکنم به هم میچسبونم، تو قسمت پایین 15 سانت بهش عوض ما میدم، از اینجا تا اینجا 15 سانت علامت میزنم و این تیکه رو میام اینجا وصل میکنم. حالا تو قسمت پیش فقط ما 1-2 برش عصایی دادیم و قسمت پهلو رو عوض ما دادیم، تو قسمت پشت هر دو قسمت رو این کار رو انجام میدیم. تو تیکه وسط پشت این وسطش رو پیدا میکنیم، خط رو میاییم تا بالا، قسمت پهلو رو وسط رو پیدا میکنیم، خط رو میاییم تا بالا، بعد از این طرف به اینجا برش عصایی و از وسط سی میاد به اینجا یه برش عصایی میدم. مثل بیام این بر بچه ها اینجا از قسمت سی بی یه برش عصایی، اینجا هم از قسمت پهلوی دامنمون
یه بار شصایی میدیم، هر دو تاشو باز میکنم و تو بین هر کدوم از این درزان 15 سانتی دوباره بهش عوضمان میدم. پس کارمون یه خورده هی گسترده شد. حالا دیگه چی کار میتونیم انجام بدیم؟ همونطوری که قسمت پیش نصف این عوضمانا رو به پهلو دادیم، تو قسمت پشت هم باید همین کار رو انجام بدیم. خب اگه یه کار دیگه هم میخوایم انجام بدیم که خیلی کارمون قشنگتر بشه، دیگه چی کار میتونیم انجام بدیم؟ بچه ها میتونیم به قسمت سیبی دوباره یه عوضمان دیگه هم بدیم. میتونیم همین 15 سانت رو دوباره به قسمت سیبیمون عوضمان بدیم. ما میخوایم یه ماهی خیلی خوشگل داشته باشیم. این لباس البته دنباله نداره، یعنی کاملا فقط عوضمان ماهی رو داره، از قسمت بالا کاملا تا بالاتر از زانو جذبه و قسمت در از بالای زانو به سمت پایین یه عوضمان خیلی خوب و خیلی قشنگ داره. یعنی همه عوضمان ها یهو تو پهلو نرفته، در وسط کار شما یه حالت پیچ و تاب میبینید، به خاطر اینکه ما در دل الگو هی خطا رو باز کردیم و بهش عوضمان دادیم. تو قسمت پشتم دقیقا مثل پیش، تو پهلو یکی دو سانتی اینجا روی هم قرار میگیره و یه فاصله یکی دو سانتی هم در قسمت سی بی قرار اتفاق میفته که الان براتون یه خورده کاغذ رو میارم میبرتر الگو رو بسطم میچسبونم بهتون نشون میدم. الگوی پشتمون هم حاضر شد. من تیکه بالا رو گذاشتم مثل پیش، یه دو تا سه سانت تو قسمت پهلو شما روی هم باید بذارین. این قسمت پشت یه خورده کمتر این حالت چشمی و اینا ایجاد میشه، یه کوچولو حالت چشمی وسط خالی میمونه که وزیرش کاغذ بچسبونید. چون قسمت سیبیمون مثل سی اف دی در یک راستا قرار باشه قرار بگیره که اینجا یک فاصله دو سانتی بیفته، خیلی راحت این یه تیکه به قسمت بالا وصل میشه. تو قسمت اولش یادم رفت بهتون بگم، قسمت همونطور که تو پهلو دو سانتی میایین پایین میایین داخل و ادامهش رو تو خط پایین دامنتون رو میچینید میندازین دور، تو قسمت سیبی هم همین اتفاق میفته. تو خط ماهی که دو سانتی که اومدم داخل و از خط خمره وصل کردم به این دو سانت، همون دو سانت رو تا پایین ادامهش رو میچینم میندازم دور. بچه تو قسمت پایین این قسمت سیبی جدیدمون الان در واقع این شده سیبی جدیدمون. این یه تیکه آخرش رو فقط یکم وقتی خطش رو میکشین اندازه
سیبیتون رو تو اون خط وسط پشت، در واقع خط الگوتون رو باید با اندازه پهلوتون در واقع برابر به اضافه 3-4 سانت اضافهش کنید. از این شاید 4-5 سانت، این 4-5 سانت دنباله به لباستون نمیده، فقط یه خورده فرم پشتتون رو قشنگتر میکنه. و وقتی این کار رو انجام دادید، بهتره که از یه خطکش گونیا استفاده کنید. خط سیبی رو به حالت گونیا اول بیاین به این صورت، بعد وصلش کنید به اینجاها. یعنی این تیکه اضافه که الان توی این خط صاف ما داریم واقعا یک چیز زایدیه و خیلی قشنگ نیست. پس اول قد سیبیتون رو، قد لباستون رو میزون کنید. مثلا اینجا اگه الان 56، اینجا 56، به اضافه 4-5 سانت اضافه. بعد یه حالت گونیاش کنید و وصل کنید به خط پایین کارتون و بعد کارو بچینید. و یه کنترل دیگه هم که باید داشته باشین، از خط ماهی در پیش تا پهلو تا پایین کار، در پشت و پیشه باید هر دوتا توی این قسمت یک اندازه باشه که وقتی میخواییم به دوزینش کاملا برابر کنار هم قرار بگیره. امیدوارم این مدل دامن رو دوست داشته باشین و ازش بدوزین، هم برای مهمونی هاتون، هم برای جشنای رسمی مثل لباس های عروس و لباس های مهمانی، لباس شب و اینا. یکی از اون مدل های خیلی قشنگه. هم میتونید با پارچه های ساتن، پارچه های تافته ازش بدوزین، هم میتونید از گیپور و دانتل هم استفاده بکنید و این مدل لباس رو بدوزین. امیدوارم که ویدیو امروز رو دوست داشته باشین. تا دیدار دیگر، بدرود.